سلام به مجموعه خبری ساعت 6 از طلوع و طلوع نیوز خوش آمدید. سرخط خبرها: جان باختن 70 تن در نتیجه سرازیر شدن سیلاب های تازه در غور و فاریاب. سیلاب زدگان بی سرپناه که در وضعیت دشوار قرار دارند خواهان کمک های بیدرنگ هستند. 50 تن جان باختن به شمول کودکان و خانم ها و تعدادی مفقود هستند. خسارات جانی و مالی هنگفتی را بر باشندگان محل برجا گذاشت که در نتیجه 18 تن شهید و 2 تن زخمی در این ولسوالی داریم. افزایش شمار جان باختگان حمله به گردشگران خارجی در بامیان. در این رویداد 6 تن به شمول 3 شهروند اسپانیایی کشته شدند. بستگان قربانیان خواهان به کیفر رساندن عاملان آنند. افراد مسلح ناشناس بالای مردمی هم در مرکز شهری ولایت بامیان تیراندازی نمودند که با تاسف در این رویداد 3 تن از شهروندان کشور و 3 گردشگر خارجی جان باختند. تأکید بر آتش بس میان کابل و اسلام آباد پس از 4 روز درگیری در پکتیا. با پادرمیانی بزرگان قومی دو طرف این درگیری ها پایان یافت. دری خبری مطرح شوی آور دزبندی و بند باشو. دویم قدم که بو لار خلاصیگی چه کم خبره که سرچی اغب و مو دی کمیتی او دی جرگو دی لاری نخل دو. پایان هفته صنعت و نمایشگاه تولیدات داخلی در پایتخت. غرفه‌داران راضی اند. مسئولان میگویند 500 هزار تن بازدید کردند. و انتقاد باشندگان رفح در جنوب نوار غزه از کمبود امکانات. همزمان برنامه جهانی خوراک در فلسطین میگوید برای ارسال کمک های بشری وارد غزه شده نمیتوانند. امروز شنبه 29 ماه ثور است. من شمس همانی. وقت شما بخیر. در نتیجه سرازیر شدن سیلاب های ویرانگر در ولایت های غور و فاریاب نزدیک به 70 تن جان باختند. هزاران خانه، صدها دوکان و هزاران جریب زمین کشاورزی در این سیلاب ها تخریب شده و هزاران رأس مواشی نیز تلف شده اند. مسئولان محلی در ولایت غور میگویند 10 تن از باشندگان این ولایت تا هنوز ناپدید هستند و احتمال افزایش تلفات این سیلاب ها وجود دارد. از سوی هم سیلاب های ویرانگر منار جام غور را فرا گرفته و نگرانی ها از بحر تخریب این بازمانده 80 ساله افزایش یافته. نصیر احمد صالحی از هرات گزارش می‌دهد. آرامش پس از طوفان در شهر فیروزکو مرکز ولایت غور. سیلاب‌های مرگبار عصر روز جمعه وارد شهر فیروزکو شد و نزدیک به 80% شهر را در هم کوبیده است. این سیلاب‌ها جان ده‌ها تن را گرفته، هزاران خانه و دکان را تخریب ساخته و هزاران جریب زمین کشاورزی را با ویرانه مبدل ساخته است. 50 تن جان باختن به شمول کودکان و خانم ها و تعدادی مفقود هستند. 2000 خانه به طور کلی تخریب و بالای 4000 خانه به طور قسمی تخریب شده. سیلاب های ویرانگر و مرگبار در کنار شهر فیروزکو، ولسوالی های شهرک، دولینه و تیوره غورانیز در هم کوبیده است. شاهراه عمومی هرات غور و راه های ولسوالی ها به شهر فیروزکو تخریب و مسدود شده است. مردم بی سرپناه و در اوضاع دشوار به سر می برند. شهر جل به ایمان نگوش، لغو به اینو نگوش، اموال به در پی احتیاج است. این خودتان چشم سر می بینین دیگه شهر جل و دیالا و سر روی دو خانواده بودیم که تر هم از بین برده بلنده. همه چیز از دست رفته، با خانه، زندگی، همه چیز از دست رفته. خود شما قسم بدین تصویر مشاهده میکنیم، هیچ چیز سالم نمانده. حتی نان خوردن، چیزی که بخوردن بوده برده. در ولایت فاریاب نیز سیلاب های مرگبار جان 18 تن را گرفته است. در این سیلاب ها خسارات هنگفت مالی به باشندگان ولایت های فاریاب و سرپل وارد شده است. سیلاب موتشی که در ولایت فاریاب سرازیر گشت که عمدتاً در ولسوالی بلچراغ، پشتونکوت، خیبر، قیصر و المربوط خسارات جانی و مالی هنگفتی را بر باشندگان محل برجا گذاشت که در نتیجه 18 تن شهید و 2 تن زخمی در این ولسوالی داریم. در ولسوالی کوهستانات، قریه خوال و قریه قلیشر بالای 60 باب منازل مسکونی تخریب و یا قسمان تخریب گردیده است.
سیلاب های پسین در بسیاری از بخش های کشور به ویژه در غور کم پیشینه گفته می شود. در همین حال وزارت ترانسپورت و هوانوردی کشور اعلام کرده است که فردا یک شنبه ولایت های هرات، فراه، غور، بادغیس، بدخشان، تخار، بغلان، پنجشیر، نورستان، کنر، کاپیسا، پروان، بامیان، فاریاب، جوزجان و سمنگان گواه بارش شدید باران و احتمال سرازیر شدن سیلاب خواهند بود. پس از یک درگیری چهار روزه در خط فرضی دیورن در پکتیا به میانجیگری بزرگان قومی دو طرف آتش بس صورت گرفت و درگیری ها پایان یافت. اعضای این جرگه مشترک میگویند پس از یک هفته بزرگان قومی دو طرف به تشکیل یک کمیته 40 نفری توافق کردند و این کمیته مشکلات پیش آمده در دو طرف خط فرضی دیورن را حل خواهند کرد. مقامات بلند رتبه امارات اسلامی و جانب پاکستانی به میانجیگری بزرگان قوم دو طرف خط فرضی دیورند نشستی را در ولسوالی دندیپتان پکتیا برگزار کردند. پس از درگیری چهار روزه این جرگه افزون بر آتش بس و باز کردن راه برای فعالیت های بازرگانی بر ایجاد یک کمیته نیز توافق کرده است. امارات اسلامی مسئولین هم در پاکستان مسئولین پا گرد مجلس تر سر شو بیا کامونو زانت مجلس وکو و حکومت نظامیان زانت مجلس وکو بالاخره نتیجه بیا شریک شوه دری خبر مطرح شوی اوار دزبندی ور بند وشو دویم قدم که بو لار خلاصیگی حکومتونو پا منز که دو اکراو شوه دی کامونو پا منز که مهنده بو اکراو شوه چی مو بیا نه جنگو نکو و نه بیا جنگو تا دا مکاویر کهو چی جنگو چی انشالا دا بو دی میدان زازن تر یو زازای پوریسومر چی فرضی کر خده انشالله پده به امن وی پده به مکینو ناسی بکو جرگی بکو. اعضای این جرگه مشترک میگویند که پس از یک هفته بزرگان قومی دو طرف به تشکیل یک کمیته 40 نفری توافق کردند و این کمیته مشکلات پیش آمده در دو طرف خط فرضی دیورند را حل کنند. این جرگه از هر دو طرف خواسته است که هنگام درگیری به مسئولیت جان افراد ملکی نیز توجه داشته باشند. دوی ترمنز اخپل خبری واشوه دی دولتو ترمنز مونگ دی دوار و غار و کمونو پا یوا خوله پا یوا آواز دا وقته نوکره چه تاسی وازه کوی مونگ تا چه دا جنگ پا چیشی واشوالو و دا تونونه چه چه تا ورسیدل پا دی که گرام چوکو مونگ دا خپل تونونه دی چه نوگرو مونگ سیر دی زنو دی پارا آمونو گوختو مو دی دوارو ترپو پختانو دا تا حود بکلالو چه مو جنگ نوگرو مو آمونو او یو دولت مایلی بل دولت مایلی دی چه کم خبره که سرچی چه کم خبره که سرچی اغا با مو دی کمیتی او دی جرگو دی لاری نخل گفته می شود که از روز دوشنبه هفته گذشته به این سو در ولسوالی های آریوب زازای و دندیپتان میان نیروهای امارات اسلامی و نظامیان پاکستانی درگیری رخ داده بود که چهار روز دوام کرد و در نتیجه موشک پراگنی از سوی پاکستان 5 فرد ملکی جان باخته و 5 تن دیگر زخم برداشتند و همچنان برای باشندگان محل نیز زیانهای هنگفتی مالی وارد گردید. وزارت داخله میگوید آمار جانباختگان حمله مسلحانه روز جمعه در بامیان به 6 تن افزایش یافته. سخنگوی این وزارت همچنان میافزاید که در پیوند به این رویداد تا اکنون 7 تن را بازداشت کرده اند. همزمان بستگان قربانیان از مسئولان محلی میخواهند تا عاملان این رویداد را بازداشت و به پنجه قانون بسپارند. سید امین همتا از بامیان گزارش میدهد. عبدالرازق نام دارد و در حمله روز گذشته 1 تن از بستگانش جان خود را از دست داده و برادرش نیز زخم برداشته است. او از مسئولان در حکومت سرپرست میخواهند تا عاملان این رویداد را شناسایی و به پنجه قانون بسپارند. یک برادرم اینجا دکان کف فروشی دارن مصروف کار بودن که امی حادثه در پیش دکان از امی خارجین و امین استاد بودن متراشی اما حادثه به وقوع پرسیدن که متاسفانه او زخمی شدن از ناحیه پای و از ناحیه شانه خو که یک از فامیل ما شهید شدند در این رویداد. این نباید بار دیگر تکرار شود. ما توقع داریم از حکومت محلی و از مقامات عالی رتبه امارات اسلامی که در قسمت تامین امنیت شهروندان خارجی و شهروندان داخلی باید تلاش بورزند. اینجا مکانی است که عصر روز جمعه یک حمله مسلحانه صورت گرفت که در پی این حمله دست کم 11 تن اتباع داخلی و خارجی کشته و زخمی شدند. سخنگوی وزارت داخله میگوید که تاکنون 7 تن را در پیوند به این حمله بازداشت کرده اند و بررسی ها نیز در این باره جریان دارد. افراد مسلح ناشناس بالای مردمی هم در مرکز شهری ولایت بامیان تیراندازی نمودند که با تاسف در این رویداد 3 تن از شهروندان کشور و 3 گردشگر خارجی جان باختند.
و همچنان تعداد 3 شهروند کشور و 4 گردشگر خارجی زخمی گردیدند. وزارت امور داخله ضمن محکومیت این عمل جنایتکارانه اطمینان می‌دهد که این رویداد را با جدیت و همه جانبه بررسی نموده، عاملین آن را شناسایی، بازداشت و به پنج قانون خواهد سپرد. این حمله مسلحانه ساعت 5:50 دقیقه عصر روز جمعه در بخش بالایی بازار بامیان رخ داده است و تاکنون هیچ فرد یا گروهی مسئولیت آن را بر عهده نگرفته است. به گفته مقام‌های محلی 2 زن گردشگر خارجی نیز شامل زخمیان این رویداد هستند. حمله مسلحانه بالای افراد ملکی و گردشگران خارجی در بامیان با واکنش‌های داخلی و خارجی روبرو شده. رئیس جمهوری پیشین کشور و رئیس شورای عالی مصالحه ملی در حکومت پیشین این حمله را وحشتناک خوانده و آن را محکوم کرده اند. رئیس جمهوری اسپانیا نیز از تلاش‌ها برای رسیدگی به آسیب دیدگان و بررسی این رویداد خبر داده. همزمان با این، هیئت معاونیت سازمان ملل در افغانستان، نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان، کاردار سفارت آمریکا برای افغانستان، اتحادیه اروپا و وزارت خارجه ایران و سفارت ژاپن برای افغانستان ضمن محکوم کردن این حمله آن را ناجوان مردانه عنوان کرده. نوید صمدی گزارش می‌دهد. حمله مسلحانه افراد ناشناس به گردشگران خارجی در بامیان با واکنش‌های داخلی و خارجی روبرو شده است. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین و عبدالله عبدالله رئیس شورای مصالحه ملی در حکومت پیشین این رویداد را خلاف قوانین بین‌المللی خوانده و آن را محکوم کردند. معین گردشگری وزارت اطلاعات و فرهنگ به تولو نیوز میگوید که ادبای خارجی کشته شده در بامیان شهروندان اسپانیا بودند. در اصلا یک گروپ بود 12 نفر خارجی سیلانیان و پدی که در اسپانیا هیواد نفر دیر و 8 نفر هسپانویان دی در نور هیوادو خلق مسترستا و افغانان هم مستر مرگری دی نو دی در گروپی شکل بانی راگلی و یو افغانی شرکت و آغرا وستلی و در سوی دیگر رئیس جمهور اسپانیا نیز از جان باختن شهروندان این کشور در افغانستان ابراز ناراحتی کرده و از تلاش‌ها برای رسیدگی به آسیب دیدگان و بررسی این رویداد خبر داده است. همزمان دفتر نمایندگی سازمان ملل در کابل، توماس فیس نماینده ویژه آمریکا و کرندکر کاردار سفارت ایالات متحده برای افغانستان، اتحادیه اروپا، سفارت ژاپن و وزارت خارجه ایران نیز این حمله را ناجوان مردانه خوانده و به آن واکنش نشان دادند. افغانستان حکومت به ثبات کاره کی او د سیلانیان عضوان او د خارجیان عضوان په افغانستان کې خطر سره مواجه ده. هدف نهایی از این حملات ای هست که ایجاد فاصله ها ایجاد شوه که بین افغانستان و جامعه جهانی و از طرف دیگه روب و وحشت را ایجاد بکنه در ازان عامه. در حمله مسلحانه روز جمعه 6 تن به شمول 3 شهروند اسپانیا و 3 غیر نظامی جان باختند و 7 تن دیگر به شمول 3 شهروند کشور و 4 شهروند خارجی زخمی شدند. رئیس دفتر سیاسی امارت اسلامی در قطر با توجه به تعلیق حق رأی افغانستان در سازمان ملل از این سازمان می‌خواهد که کرسی افغانستان را به نماینده امارت اسلامی بسپارد. سهیل شاهین مشکل ایجاد شده درباره حق رأی افغانستان در سازمان ملل را برخواسته از عدم در اختیار قرار گرفتن این کرسی به نماینده امارت اسلامی می‌خواند. با این حال سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد می‌گوید مشکل ایجاد شده درباره تعلیق حق رأی افغانستان در سازمان ملل مشکل فنی نیست نه سیاسی. میترا مجیدی گزارش می‌دهد. پس از نشر گزارش‌ها درباره تعلیق حق رأی افغانستان در سازمان ملل متحد، رئیس دفتر سیاسی امارت اسلامی در قطر از سازمان ملل می‌خواهد که کرسی افغانستان در این سازمان را به حکومت سرپرست واگذار کند. سهیل شاهین مشکل ایجاد شده درباره حق رأی افغانستان در سازمان ملل متحد را برخواسته از عدم در اختیار قرار گرفتن این کرسی به نماینده امارت اسلامی می‌خواند. دیده ستونز اصلی و جداده چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان په چوکۍ داسې څوک شتون لري چې هغه نه د افغانستان د ولس او نه د اوسني حکومت استازبلي کوي. ملګرو ملتونو ته پکار ده چې د واقعیتونو په پام کې نیولو سره په ملګرو ملتونو کې د افغانستان چوکۍ د اسلامي امارت حکومت ته وسپاري. همزمان با این سرپرست کرسی نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد میگوید که تعلیق حق رأی افغانستان در سازمان ملل مشکل فنی است نه سیاسی. در سوی دیگر برخی از منابع دیپلماتیک به تولو نیوز میگویند که افغانستان در 4 سال گذشته به علت عدم پرداخت حق عضویتش در سازمان ملل متحد بیش از 800 هزار دلار به این سازمان بدهکار است. از همین رو حق رأی آن به تعلیق درآورده شده است. دغه عضویت فقط درای دوی اخیستل سوی ده چې دا په حقوقي لحاظ باندې درسته معامله نه ده. یا د افغانستان دغه هویت یعنی د افغانستان خلکو ته یو څه
ستونزمنه مسئله ده دوی ته په درنستر غبانی نه دی کتل. با وجودی که ما اختلافات داریم در افغانستان بین یکی دیگه خود با مشکل مواجه هستیم، اما داشتن کرسی افغانستان در سازمان ملل یک مسئله ضروری است، یک واجبی ملی است که باید حفظ شود. حق عضویت افغانستان در سازمان ملل متحد نزدیک به $200,000 در سال می شود که پیش از این وزارت خارجه حکومت پیشین این پول را پرداخت می کرد. تعلیق افغانستان از حق رأی در سازمان ملل متحد در حال مطرح می شود که وضعیت کرسی کشور در سازمان ملل در 3 سال اخیر تبدیل به موضوعی بحث برانگیز شده است. به ادامه خبر 6 خوش آمدید. وزارت صنعت و تجارت از پایان هفته صنعت و نمایشگاه ملی و بین المللی تولیدات داخلی در پایتخت خبر می‌دهد. معین این وزارت در یک نشست خبری می‌گوید 500,000 نفر از این نمایشگاه بازدید کرده اند و بیش از 100 قرارداد میان صنعتکاران و شرکت‌های داخلی به امضا رسیده. با این حال برخی از غرفه‌داران و اشتراک کنندگان این نمایشگاه را برای بازاریابی محصولات داخلی کشور مهم عنوان می‌کنند. حبیب الرحمن قویاش گزارش می‌دهد. فرجامین روز نمایشگاه ملی و بین المللی یک هفتهی تولیدات داخلی کشور در سکتورهای گوناگون زیر نام هفته صنعت در کابل. برخی از اشتراک کنندگان در این نمایشگاه سقف بازدید کنندگان را از تولیدات داخلی کشور قناعت بخش می دانند. با پتانسیل های مختلف بازار ما وارد این نمایشگاه شدیم که توانستیم صنایع افغانستان را به نمایش بگذاریم و قطعا مفید است برای بازار. ما کوشش همیره میکنیم که از حساب جنس کوالتی چیزایی که ما داریم ما بازار را خوش داشته باشیم. یک بر چهارم حصه این نمایشگاه به زنان واگذار شده است. برخی از بانوان با ابراز خرسندی از تولیدات داخلی کشور از مردم میخواهند که از محصولات داخلی کشور پشتیبانی کنند تا اقتصاد افغانستان به خود بسندگی برسد. نور دستین در تورونه مشت خلاص موجو کولی سخپل دا کمشن چ جوړو پورکور کې دا خلکو ته پرشکاره کو پنمایشه وش کښیږي. خانمایي کې مثلا ترشیباب جوړ کردن اینا خیلی خوب هستند. لباساس صنایع دستی زحمت کشیدن و میارزه، خیلی خوب است. خیلی خوشحال هستم از اینکه میبینم خانمان در میتونن در نمایش نقش داشته باشن و کارهای دستی خود به نمایش ببرن. با این وجود وزارت صنعت و تجارت و اتاق صنایع و معادن افغانستان نیز میگویند که در نمایشگاه یک هفتهی تولیدات داخلی کشور برای 40 شرکت در 15 غرفه جا داده شده بود و روزانه بیش از 70,000 نفر از این نمایشگاه بازدید میکردند. چه داخلی قراردادونه شمیر په بلابل سکتورونو کې لسلو نه زیات قرارداد داخلي قراردادونه سوي دي مابین کې دی موږ به د یو افغان صنعتګر په صفت باندې د خپلو تجارو سرمایدارو ورونو نه هم هیله دی چې راځي په صنعت کې سرمایه گذاری وکړي، تل په وارداتو کې سرمایه گذاری نه کیږي. زمنګ صادرات ثبوتاش کیږي، زمنګ په صادراتو نوم بدنامولو په خاطر باندې مخدره مواد پکې چول کیږي. همسایگان نه غواړي چې زموږ صادرات زاپه شي. در نمایشگاه تولیدات داخلی بیش از 800 غرفه برای صنعتکاران و متشبثین سکتورهای گوناگون از جمله 230 غرفه برای زنان در نظر گرفته شده بود و وزارت صنعت و تجارت در پایان این نمایشگاه برای برخی از شرکت‌های صنعتی بزرگ تقدیرنامه نیز توزیع کرد. پایان خبر 6 تا دقایق دیگر در فراخبر برمی‌گردد.